سلام، چطورین بچه ها؟ خوبین؟ این غروب آفتاب تقدیم به شما. میخوام در خصوص یه مسئله صحبت بکنم که میدونم مشکل خیلی از کاندیداهای آیلتس هست و اون چیه؟ اینه که توی مهارت لسنینگ و ریدینگ یه جای قفل میشیم، یعنی تو 5 قفل میشیم، تو 6 قفل میشیم، تو 7 قفل میشیم و بالاتر نمیریم. دلیلش چیه؟ خیلی به خصوص تو نمره 6 معمولا قفل میشیم، یعنی 6 تبدیل به 7 نمیشه، 6 به 6 تبدیل نمیشه. دلیل این رو میخوام امروز بهتون بگم. دلیل شماره 1 و خیلی هم مهمه اینه که فکر میکنیم کلمه خیلی بلدیم. اکثر زبان آموزا به من میگن تیچر من خیلی کلمه بلدم، اصلا اینقدر کلمه بلدم که اصلا دیگه فکر کنم خود شکسپیر هم کلمه بلد نیست، من اینقدر کلمه بلدم. میگم خب چی کار کرده، چی خونده؟ مثلا یه 504 خونده، یه 1100 خونده، اونم نصف نیمه دست با شکسته، میگه من خیلی خوندم. ببینید اصولا خب تعداد کلمات بالاست، اینجوری نیستش که تعداد کلمه کم باشه، مثلا بگیم خب 500 تا کلمه است تو انگلیسی تموم شه، 1100 تا است تموم بشه، اینجوری نیست. خیلی وسعت کلمات زیاده و مهمترین مسئلهش هم اینه که یه کلمه رو ما وقتی میخواییم معنیش رو یاد بگیریم میریم میزنیم دیکشنری فارسی گوگل میکنیم، معنی فارسی رو در میاریم. مثلا میگیم هیت ضربه زدن، پرس فشار دادن، تموم، حفظ میکنیم تموم میشه فکر میکنیم، در صورتی که این یه سمه. آره سمه، یعنی وقتی شما میزنید به گوگل ترنسلیت اونو فارسی در میارید یک کلمه فقط یک معنی نداره. ببین مثلا تو فارسی به سیر، که این سیر بوته سیر، میگیم سیر. وقتی هم که میخوایم این میل ندارم غذا خوردم چیزا، میگیم سیر شدم، یعنی هم سیر معنی یک سبزی حالا میوست چیه میده، هم معنی این که دیگه جا ندارم غذا ندارم. خب حالا فرض کنید خارجی بخواد سیر رو بره ترجمه کنه به انگلیسی، میگه گارلیک، سیر گارلیک. بعد میخواد بگه من سیر شدم، میگه I'm garlic. خب ببین دقیقا همین توی هر زبانی اتفاق میفته، یعنی مهم نیست زبان چه زبانیه، کلمات فقط یک معنی ندارن، کلمات میتونن معنای مختلف و زیادی داشته باشن. باز بریم یه مثال ببینیم. یه جمله برخورد میکنیم بهش، مثلا The press has been very nasty about him. خب برای خودمونم خیلی قشنگ شیک مجلسی ترجمه میکنیم که فشار خیلی باهاش بد بود. اصلا هم نمیدونیم که نمیدونیم و قشنگ ترجمه میکنیم و میریم جلو. حالا ببینیم سوالی که ممکنه توی ریدینگ های اسم مطرح بشه چیه؟ مثلا میگه که The newspaper didn't treat him well. ما میگیم اصلا توی متن جایی به نیوزپیپر اشاره نکرده که، بنابراین میزنیم not given و بعدم دیگه میبینیم ای چرا غلط شد، چرا حق ما رو خوردن، چرا میتونه آیلتس اینجوریه، ولی معنیشو نفهمیدیم. حتما باید معنی پرس رو توی دیکشنری لانگمن چک بکنید و همینجوری که میبینید معنی مختلف داره. معنی شماره 5ش حالا به معنی پشت، به معنی فشار، ولی معنی مثلا نگاه کنید شماره 1 به معنی نیوز یعنی خبر، رسانه، مطبوعات، و معنی دومش مثلا انتشارات، معنی سوم. و اصلا شما نمیتونید با یه دونه فارسی حفظ کردن بگید پرس میشه فشار تمومش. همونجور که دیدین کلمات معانی مختلفی دارن، بعد میگن اولین سوالی که بچه‌ها میگن خب ما که نمیتونیم همه اینا رو حفظ کنیم. خب بله، اگه نمیتونید همون 6 همون 5 جوری. اگه برای نمره بالاتر میخوای باید همین معانی رو یاد بگیرید و چجوری در طول زمان انقدر باید این کلمات رو توی متن‌های مختلف جاهای مختلف ببینید که یاد بگیرید، وگرنه نمیشه که مثلا بخوای کلمه فارسی انگلیسی حفظ کنید و بگید خب من 9 بشن دیگه چون همه کلمات رو حفظم. اگه میخوای نمره 7 بگیرید باید اینجوری بخونید، اگه فکر می‌کنید سخت نمیتونید خب همون 6 و به همون 6 هم بسنده کنید. باز بچه‌ها میگن وای تیچر ما اینقدر گرامر بلدیم که اصلا شکسپیر بلد نیست، اینقدر خوب گرامر بلدیم، ببینیم که ریدینگ 6 میشیم. اکثر وقتا گرامرها رو خوب بلد نیستیم، یعنی متوجه اون ساختار جمله نمیشیم و true false ها رو غلط میزنیم، بعدا میگیم
ایرانی، حق ایرانی رو گرفتن، حق ما رو خوردن، ما فلانیم، ما خیلی خوب بلدیم، ما گرامر اصلا تهشیم، در صورتی که خیلی خوب متوجه ساختار جمله نشدیم و نفهمیدیم این جمله true یا false. حالا این نکته گرامری. My mother couldn't read the signs, neither could he. یه متنیه، مثلا اینجا میگه که اینو در واقع نوشته. خب آدم فکر میکنه که داره میگه مادرم نمیتونست بخونه، من میتونستم، چون could he مثبته دیگه، بنابراین من نیدرم نمیدونم یعنی چی و یعنی من میخوندم. بعد سوال میاد که he could read the signs but his mother couldn't. خب میگیم آره دیگه، چون اینجا میگه که اون میتونسته، he میتونسته، ولی مامانش نمیتونسته، بنابراین میذاریم این true. بعد دوباره میبینیم ای چرا اشتباست. خب اینجا نکته گرامریش رو متوجه نشدیم، اصلا متوجه نیدر نمیشیم. ببینید نیدر اینجا یعنی این که مامانش نمیتونسته بخونه، اون هم نمیتونسته بخونه. وقتی نیدر میاد با کد با اگزیلری مثبت میاد، یا فعل جمله در واقع مثبته ولی معنا و مفهوم منفی داره. پس بنابراین اینقدر راحت از گرامر و نگیم خب گرامر بلدیم. می‌بینید یه پیچیدگی خاصی امان داره. از شماره 3 phrasal verbs. اصلا این موضوع phrasal verb جوریه که اصلا نمیدونیم که نمیدونیم. این کلماتو ببینید، اینا خب مثلا carry out یعنی هم کردن، out هم که الهی زلکی نوشته دیگه. خب بعد میخونیم بعد جمله بعدی carry on یعنی هم میکنه روی یه چیزی، همجوریم بر خودمون معنی هم میسازیم، یعنی اصلا به خودمون هم نمیدونیم که اصلا نمیدونیم. یعنی بدترین جای قسمت اینه که اصلا نمیدونیم که آقا carry out رو نمیدونیم معنیشو، فکر میکنیم میدونیم، خیلی هم خفنیم. فقط نمیدونم چرا دختر خالم نمره بیشتر میگیره، من نمیگیرم. بچه phrasal verb یکی از اون قسمت های مهم ریدینگه و برای همین هم هست که خیلی اوقات نمرمون کم میشه. phrasal verb یعنی فعلی که به همراه یه حرف اضافه میاد و معنی کلن با اون کلمه متفاوته. مثلا carry به معنی هم کردنه، هم کردن. مثلا I carry a lot of things every day, I carry my bag. ولی وقتی میشه مثلا carry on، این معنیش اصلا متفاوته با carry. carry on یعنی ادامه دادن، continue. یا carry out به معنی انجام دادنه، carry out a survey یعنی یک نظرسنجی رو انجام دادن، carry out experiment. توی reading academic خیلی اینو میبینه، carry out an experiment یعنی یک آزمایشی رو انجام دادن، نمیگن do an experiment، carry out an experiment. ولی اصلا ما اینو به رو خودمون هم نمیاریم ما که نمیدونیم، بعد خودمون معنی میکنیم، یعنی یک آزمایشی رو هم کرد، مثلا یعنی یک نظرسنجی رو هم کرد. پس این phrasal verb رو وقتی بهش رسیدین توی reading بگید نمیدونم، بگید آقا من نمیدونم. کلمه رو که دارید میخونید، جمله که میخونید متوجه نمیشید، نگید کلمه بلدم، گرامر بلدم. آقا متوجه نشدیم. خیلی راحت آنست، یعنی هر چقدر با خودتون آنست باشید، صادق باشید، بیشتر پیشرفت میکنید تا اینکه بگید بلدم بلدم، وای وای من چرا نمیتونم، من همه چی چرا بلدم. نه بلد نیستیم، خیلی راحت بلد نیستیم. من برم ترو فالس اگه غلط زدم حتما اون جمله رو متوجه نشدم، این سه تا دلیل بوده حتما. بین کلمات رو پیدا بکنید، کلمات هم انگلیسی به انگلیسی پیدا بکنید، نری کلمه رو انگلیسی به فارسی سرچ کنید، یا اون گرامر جمله رو پیدا کنید. امیدوارم که این ویدیو خیلی به کارتون میاد، که میدونم هم به کارتون میاد، و این دفعه که رفتین ریدینگ رو خوندین، اینا رو بهش برخوردین، بگو شریک رو اینا رو بلد نیستم، پس برم بشینم phrasal verb رو پیدا کنم. چجوری پیدا میکنید؟ گوگل میکنید، مثلا carry out meaning میاره براتون به چه معناست. فقط یه ذره میدونید تنبل نکردن میخواد، میدونم خیلی وقتا تنبلیه، میدونم وقتی میگید میدونم دیگه تمامش میکنیم. خب دیگه دعوا کردم بسته. ازتون میخوام این دفعه قشنگ توی ریدینگ رو اینا رو پیدا بکنید و ببینید چقدر بهتر میزنید. دوستتون دارم دیگه، میخوام ریدینگتون خوب بشه.